زن و شوهری که برای زنده موندن باید از یه آدم روانی اطاعت کنن. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با فیلم هلت یا تحت اختیار محصول 2020 رو ببینیم که یکی از فیلم‌هایی است که فوق‌العاده هیجانش باله و شما رو از اول تا آخر میخکوب نگه می‌داره. بریم ما هم ببینیمش. حواسمون به اسپول و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم ماشینی رو توی پارکی میبینیم که هیچ کسی دورش نیستش. توی ماشین هم سه تا مرد نشستن همراه یه دختری که داره آبجو میخوره. راننده که رفتارش هم معلوم آدم عوضیه به دوستش میگه بیا حالا نوبت توه و دوستش میره سمت دختری که اون عقب نشسته. درها قفل میشن، شیشه ها میرن بالا و دختر یه دفعه شو که میشه و میفهمه قراره چه بلایی سرش بیاد. سکانس بعد مدتی از قضیه گذشته. یه زنی رو تو تاکسی میبینیم که داره از جاده میگذره و به سمت خونه میره. اسم زن اما و اسم راننده‌ش هم جو. جو میگه که من اصلا نمیدونستم تو همچین جایی یه خونه باحال وجود داره و اما هم میگه اینجا رو با همسرم اجاره کردیم که تعطیلات رو توش بگذرونیم و همسرم قرار فردا بیادش. به مقصدم که میرسن اما انعام بیشتری رو برای جو میزنه و وارد خونه میشه. خیلی سریع هم سیستم امنیتیش رو از کار میندازه که یه موقع آژیر نزنه. امنیت خونه هم خیلی بالا و حتی پنجره‌ها با کرکرهای امنیتی بسته شدن. توی خونه هم کلی قفل و اینجور چیزها وجود داره. برای گشتن همه جای خونه هم متوجه یه دفتر راهنمایی میشه که برای ساکن‌های این مکانه که وقتی میان باید از این قوانین پیروی بکنن. در آخر هم میره که لوازمش تو اتاق بذاره و میفهمه که یکی از اتاق‌ها کاملا قفله. بعد آویزون کردن لباسش هم توی کمد، میره توی استخر کم شنا میکنه و وقتی داره دوش میگیره، یه دفعه صدای دری میشنوه. با ترس میاد بیرون و وقتی درو باز میکنه اونورش چه سبد گل روز میبینه. نام عاشقانه ای هم روشه و به خیال اینکه همسرشونو فرستاده میارتش داخل، ولی این بار تمام درها رو قفل میکنه که یکم امنیتش بیشتر شه. خیالش هم که راحت میشه میره و یه لیوان شراب برای خودش میریزه، اما یه دفعه دستش به لیوان میخوره و تمامش رو میریزه رو زمین. حالا که میخواد جمع و تمیزش بکنه متوجه یه چیز عجیب میشه. بین کابینت و زمین یه شیاری وجود داره که شراب داره داخل اون میریزه و خیلی براش عجیبه. یه دفعه تلفنی زنگ میخوره و جاش که بلند میشه نگاهش به بیرون خونه میفته. ماشینی داره به نزدیکی خونه میاد. دیگه تلفنشو جواب نمیده و میره دم در که میبینه همسرش هانری یه روز زودتر به همین جا اومده. از همون برخورد اولشون هم مشخص زیاد خوشحال نشده و کلا رابطه این دو نفر زیاد خوب نیست. امروز هم سالگر ازدواجشون رو برای همین به اینجا اومدن. یکم با هم صحبت میکنن و اما میگه که وقتی داشتم با تاکسی میومدم دفترچه یادداشتم و اونجا جا گذاشتم. هنری لیوان شرابی میریزه و میشینه کنار همسرش و بهش دستی میزنه و میخواد باهاش رابطه داشته باشه. اما اما بهونه میاره که سردم و مشخص میخوره تو ذوق هنری و دوتایی میرن داخل. اینم بگم که انگاری مدت هاست با هم دیگه رابطه ای نداشتن. دوتایی میان داخل و هنری از اما میخواد که براش یه لیوان ویسکی بریزه تا بخورن. چیز دیگه ای هم متوجه میشیم. این دو نفر 9 ساله با هم ازدواج کردن و این ازدواج دوم هنری و از ازدواج اولش یه پسر هم داره. حالا این وسط میبینیم که اما میخواد گوش رو بزنه تو شارژ و یه رفع سرگیجه میگیره. هنری هم که متوجه میشه دستشو میگیره و میبرتش توی تخت و انگاری اصلا حال اما خوب نیستش. چند لحظه بعد هنری هم دقیقا همین علائمو داره و کنار اما با هم دیگه میخوابن. تو چند سکانس بعدی اتفاقهای عجیبی میفته. اول از همه سیستم امنیتی خونه یه رفع غیر فعال میشه. یه نفر میاد داخل و میره تو اتاق اما و هنری. اما یه لحظه چشماشو باز میکنه و میبینه که این مرد ماسک داره و داره چیزی به سمتش میاره، اما دوباره بیهوش میشه. میبینه که مرد ماسک دار همه لباسهای اما رو عوض میکنه، بعدم سرنگی رو به سمت گردنش میبره و چیزی رو بهش تزریق میکنه. حالا صبح شد و وقتی اما بیدار میشه اول از همه نگاهش به میز کنار تخت میفته. یه گل روز روشه و دو تا لیوان قهوه. نامه‌ای هم برای تبریک سالگرد ازدواج همونجا قرار داره. حالا اما خیلی ترسیده و هنری رو بیدار میکنه و هنری اولش جدی نمیگیره، ولی وقتی اما میگه چی کنارشه هنری یه دفعه شوکه میشه و بلند میشه. بعدم اما میگه که تو برام دیروز دست گل فرستادی و هنری میگه نه من اصلا همچی کاری نکردم. حالا ترسشون از همیشه بیشتره چون متوجه عوض شدن لباسای اما هم میشن. تلفن‌های موبایلشون هم کاملا گم شده و شروع به گشتن خونه میکنن. اول از همه میفهمن که همه لباسایی که برای مسافرت آوردن و توی کمد گذاشتن عوض شدن و هیچ کدومش قبلی ها نیست. تصمیم میگیرن سریع از اینجا فرار کنن، اما همین که میرن داخل ماشین میفهمن سویچ هم از اونجا برداشته شده. یه لحظه هم صدایی از پشت سرش میشنون که انگاری یه نفر اونجا وایساده و برای همینم هنری میگه که من میرم اونجا رو بگردم، تو هم برو داخل و در رو قفل کن. اما هم سریع میاد داخل و سیستم امنیتی رو فعال میکنه. بعدم میره سمت تلفن و برش میداره که به پلیس زنگ بزنه، اما صدای وحشتناکی را اونور میشنوه.
مردی بهش میگه از ما اطاعت کنید. تلویزیون خونه هم روشن میشه و تصویرهایی رو از اطراف همین خونه نشون میده که مشخص میشه کلی دوربین امنیتی توش نصب شده. حتی لحظه هموم کردن اما هم اونجا وجود داره. ترسش خیلی بیشتر شده و هنری با سری خونی برمیگره داخل. میگه یه نفر از پشت بهم حمله کرد اما ندیدم کی بود. دوباره تلفن خونه زنگ میخوره. این بار هنری جواب میده و کسی که اونور خطه میگه شما حق ندارید از خونه خارج شید و باید از قانونهای ما اطاعت کنید تا بهتون این اجازه رو بدیم. هنری قضیه رو جدی نمیگیره و با گرفتن دست اما میخواد از خونه بره بیرون که یه دفعه سیستم امنیتی تمام در و پنجره‌ها رو کاملا قفل میکنه. اما این پایان جریان نیست و اما میخواد با یه میزی که روی زمینه شیشه رو بشکنه که یه دفعه درد شدیدی توی گوشش میپیچه و فریادی میکشه. متوجه میشه که پشت گوشش یه دستگاه عجیب قرار داره. دستگاهی که با ارسال موج‌های صوتی میتونه مغز یه نفر رو سرخ کنه. این بار صدای ناشناس از کل خونه پخش میشه و بهشون میگه بهتون گفتم که نباید از خونه خارج شید. نگاه هنری به دوربین میفته که روی سقف اینجا قرار داره و با عصبانیت میره که کاملا قطعش کنه. ولی قبل این کار درد شدیدی تو سرش میپیچه و با فریاد میفته زمین. اما میاد طرفش رو میفهمه همون دستگاه پشت گوش هنری هم قرار گرفته. صدایی که داره پخش میشه بهشون میگه اطاعت کردن و اطاعت پذیری تنها چیزیه که میتونه شما رو خوشبخت و خوشحال کنه. بعدم بهشون دستور میده که برن تو اتاق خواب. اونام که دیگه فهمیدن چقدر جریان جدیه همین کارو انجام میدن. به اتاق میرسن و صدای ناشناس دوباره پخش میشه. به هنری میگه این مردی که باید همیشه درو برای همسرش باز کنه. اونم همین کارو انجام میده و دوباره صدا میگه حالا زن باید از شوهرش به خاطر این کار تشکر کنه. که خب اما هم همین کارو انجام میده. حالا همه کارهاشونو بر اساس حرفایی که این ناشناس میزنه باید انجام بدن. اول از همه باید لباساشونو عوض کنن و اما جلوی آینه باید خودشو کاملا آرایش کنه. بعدم بهش میگه که باید حالا برای همسرت غذا درست بکنی. اما هم تو آشپزخونه مشغول خرد کردن سبزیجات میشه و صدا حالا به هنری دستور میده که لپتاپی رو از اتاق بیاره. اونم همین کارو انجام میده. وقتی که روشنش میکنه صدا بهش میگه که یه فایل رو باز کن. اونم همین کارو انجام میده و خوشکش میزنه. تو این فایل کلی چت از همسرش وجود داره با یه مرد غریبه به اسم رایان. چت هایی که اکثرشون جنسی ان و مشخص میشه اما با رایان به هنری خیانت میکردن. هنری خیلی به هم ریخته و داره اشک میریزه و خوشکش زده و نمیخواد این کارو ادامه بده. اما صدا دوباره پخش میشه و میگه اگه این کارو انجام ندی اون دستگاه تو گوشت رو فعال میکنم. بعدم بهش میگه که یه وقتا حقیقت تلخه اما عشق از حقیقت ریشه میگیره و همین حقیقت هاست که میتونه زندگی شما رو دوباره مثل قبل قشنگ و خالص بکنه. حالا میگه فایل بعدی رو باز کن. وقتی این کارو انجام میده فیلمی رو از همسرش اما با رایان روی تخت میبینه بعد از رابطه‌ای که با هم دیگه داشتن. دیگه خیلی حال هنری به هم ریخته و میخواد لپتاپ رو قطع کنه اما دوباره اون صدا تهدیدش میکنه و این بار میگه حالا بس و باید بشینید شام بخورید. پشت میز میشینن و همین که روبروی هم قرار میگیرن هنری میگه چرا این کارو با هم کردی؟ اما هم خیلی ناراحته و میگه واقعا واسه الان نیست، واسه خیلی وقت پیشه و همه چیز تموم شده. هنری میگه حالا میفهمم که چرا نمیخوای با هم رابطه داشته باشی. اما اما میگه که نه، اصلا قضیه به خاطر این نیست و خیلی چیز مهمتر و پیچیده تریه. با پایان شام صدا میگه که برید تو اتاق و فیلمی توی تلویزیون از لحظه ازدواج این دو نفر پخش میکنه که خب باز بیشتر میترسن. بعد میگه که حالا باید با همین آهنگ برقصید. اما هنری میگه که من حاضر نیستم دیگه حتی به اما دست بزنم، که دستگاه تو گوشش فعال میشه و از درد فریاد میکشه. صدا بهشون میگه حالا وقتش که با هم دیگه رابطه داشته باشید. مجبور به همین کار میشن و این بار اما دیگه همسرشو کنار نمیزنه و میذاره کارشو انجام بده. ولی هنری هم که داره میبوستش یه رفعه حالش بد میشه و میره عقب. میگه نمیتونم اصلا همچین کاری رو دیگه انجام بدم. دوباره دستگاه تو گوشش فعال میشه و این بار انقدر صدا زیاده که از گوشش خون میاد و بعد مدتی متوقف میشه. حالا با هم میرن توی دستشویی و اما سعی میکنه خونی که از گوش هنری اومده ببنده. یکم با هم صحبت میکنن و هنری میگه چرا این دفعه منو کنارم نزدی و نگفتی بس کنم. اما هم میگه تا الان اگه این کارو میکردم اصلا به خاطر خیانت و این چیزها نبود. و یه رفعه خاطره ای رو براش تعریف میکنه، خاطره ای برای 2 سال پیش که همون اول فیلم هم دیدیم، قبل از اینکه اما خودش رو خیلی لاغر بکنه. اون موقع 3 نفر باهاش به زور رابطه برقرار کردن و خب همینم هم باعث شده که کلا از رابطه های جنسی متنفر باشه. خیانتش هم برای خیلی دورهای قبل از اونه. هنری هم انگار یکم بیشتر درکش کرده و میگه من معذرت میخوام اگه رفتارم بد بود، از این بعدم نمیذارم هیچ کسی بهت آسیبی برسونه. هر دوی لبخندی میزنن و میریم به سکانس بعد. روی تخت دراز کشیدن که صدایی از جاشون میپرونتشون. صدای کسی که پشت در وایساده و زنگ زده و همون راننده‌ای هست که اما رو به اینجا آورده بود. این راننده اومده تا دفتری که اما جا گذاشته بود و بهش پس بده. این دو نفر هم سری میرن در پنجره و محکم فریاد میکشن تا صداشون رو بشنوه، ولی هیچ اتفاقی نمیافته. فکری به سر اما میزنه و با چراغ قوه از پشت پنجره نوری میندازه که توجه راننده رو جلب میکنه.
اونم که حالا صدای فریاد و کمکشون رو داره کم کم میشنوه، تصمیم میگیره بالای در بیاد تو کمک، که یه رفعه میبینیم یه نفر پشت سرش میاد نزدیکش، اونو میکشه پایین و با خودش میبره. میریم داخل خونه و این دو نفرم ترسیدن و امام میگه که اگه کسی که داره ما رو کنترل میکنه الان راننده رو دزدیده، یعنی هیچ کسی پشت دوربین ها نیست که ما رو ببینه، هم میتونیم الان هر کاری میخوایم انجام بدیم. خیلی سریع هم میرن سمت دوربینی که توی اتاق خوابشونه و اول از همه اون رو کار میندازن. دستگاه تو گوششون هم فعال نمیشه و میفهمن که همچین چیزی واقعا درست و الان کسی نمیبینتشون. اما یه رفعه یاد همون شیاری میفته که وقتی شراب ریخته بود دیده بود، برای همین هم سری میره اونجا و شروع به گشتن همون کابینت میکنه. متوجه میشه که جلوی این کابینت یه در مخفی و با باز کردنش راهی به یه راه زیرزمینی میبینه. میخواد بره داخل اما هنری بهش میگه که نکن این کارو، خطرناکه، اصلا نباید جونمونو تو خطر قرار بدیم. اما اما گوش نمیده، میره پایین و همین که میره جلوتر یه رفعه تمام امیدهاش از بین میره. اینجا فقط یه زیرزمین ساده است و هیچ راه خروج دیگه ای هم نداره. هنری هم یه رفعه صدایی میشنوه و سریع به امام میگه برگرد بالا، خطرناکی، که همین لحظه میبینه مرد ماسکار طرف دیگه شه. با حمله به هنری اونو زمین میزنه و میفته به جونش. بعدم پای امام رو میگیره و اونو به زور میکشه بیرون. در آخرم دستگاه دوگوشش رو فعال میکنه و وقتی که هیچ انرژی نداره سرنگ بیهوشی رو بهش میزنه. مدت دیگه ای هم میگذره و امام با لباسهای جدیدتری چشماشو باز میکنه. تلویزیون هم روشن و داره تصویر رو از پذیرایی نشون میده که یه نفر به صندلی بسته شده. سری هنریو بیدار میکنه و تایی میرن بیرون و دوباره خشکشو میزنه. کسی که اینجا بسته شده اسمش رایانه، همون مردی که اما قبلا باهاش تو رابطه بوده و به هنری باهاش خیانت میکرده. اما سری میره دستاشو باز کنه اما صدا بهش میگه که اصلا نباید همچین کاری بکنی. حالا رایان هم به هوش اومده و خیلی ترسیده، رو به هنری داد میزنه که کمکم کن و هنری با عصبانیت میگه تو عوضی زندگیمو نابود کردی، تو میدونستی همسرم شوهر داره و باهاش همچین کارهایی رو انجام دادی. و رایان میگه اگه همسرت واقعا ازدواج خوشحال بود هیچ وقت با من همچین کارهایی رو نمیکرد. نیازی به راهنمایی اون ناشناس نیست. هنری عصبانیت چاقویی برمیداره و میاد طرف رایان تا جونشو بگیره، اما صدا باز پخش میشه و بهش میگه تو حق نداری این کارو بکنی، این کار وظیفه همسرت اماه. اما مجبور میشه چاقو رو هنری بگیره ولی جرأت همچین کاری رو نداره. یه دفعه دستگاه تو گوش هنری فعال میشه و با قدرت خیلی بیشتری فریاد میزنه. صدای ناشناس میگه که اگه زودتر جون رایانو نگیری همین بلا سر همسرت هنری میاد و اون از بین میره. اما خیلی مردد و ترسیده اما در آخر جون همسرش رو ترجیح میده و با چاقو به رایان ضربه میزنه. حالا دوتایی داخل اتاق نشستن و حال اما به خاطر این کاری که انجام داده افتضاحه. برای همین هم هنری براش لیوان ویسکی میاره و میره دست و صورت خودش رو بشوره. اینجاست که اما به یه چیزی دقت میکنه. دفعه اولی که بیهوش شد بعد از خوردن این ویسکی بوده و خب حالا مطمئن میشه که داروی بیهوشی قطعا تو همین ویسکی وجود داره. از اون طرف هم میدونه که پشت سرش دوربین قرار داره و خیلی آروم تظاهر میکنه که داره نوشیدنی رو مینوشه، اما در واقعیت اونو زیر تخت روی فرش میریزه. چند لحظه بعدم تظاهر میکنه که کاملا بیهوش شده. حالا میبینیم که همون مرد ماسکدار میاد داخل. وقتی مطمئن میشه اما از حال رفته از اتاق خارج میشه. چند لحظه بعد که همه چیز ساکته اما از اتاق با آرومی میاد بیرون. شروع به گشتن دنبال همسرش میکنه که میفهمه اون اتاق خوابی که اول قفل بود حالا درش بازه. میره داخل و شروع به گشتن اتاق میکنه که متوجه میشه توی کمد دیواری یه در مخفی وجود داره. از اونم رد میشه و حالا به اتاق میرسه که میفهمه محل کنترل همه چیزه. صفحه‌ای وجود داره که دارن دوربین های مخفی رو نشون میدن و تمام لوازمی که مرد ماسک داره استفاده میکنه هم همینجا. یه تلویزیون خیلی قدیمی هم اونجاست که توجه اما رو جلب میکنه. همین که روشنش میکنه یه تبلیغ پخش میشه که خیلی جدیده ولی به سبک قدیمی ساخته شده. تبلیغ یه شرکت عجیب یا به شکلی میشه گفت یه فرقه ساختنش. تو این تبلیغ دارن از زن و شوهرهایی که تو زندگیشون مشکل دارن یا یکیشون خیانت کرده و نمیتونن با هم بسازن به همینجا دعوت میکنن. بهشون میگن که بیاید اینجا تست های ما رو پشت سر بذارید و همسرتون رو به یه آدم اطاعت پذیر تبدیل بکنید. همسر خوب باید همیشه براتون غذا درست بکنه، همیشه قربون سرقتون بره و همین چیزهای قدیمی. به روایت این فرقه میخوام مرد سالاری قدیمی رو جا بندازم. نگاه اما به تصویری میفته که داره فایل های ضبط شده ای رو از همین دو سه روز نشون میده. روشنش رو میکنه و حالا بیشتر از قبل شوکه میشه. توی خیلی از این فیلم ها همسرش میگه که کارهای عجیبی انجام میده. مثلا اصلا هیچ وقت ویسکی نخورده و همیشه از پنجره یواشکی میریزتش بیرون، یا کسی که لباس های اما رو شب عوض میکرده همسرش هنری بوده. حتی اون بار اولی هم که رفت بیرون و تظاهر کرده که بهش حمله کرده مقداری خون مصنوعی رو دست و بدن خودش ریخته بوده. در آخر هم میبینه که همسر
سرش با مرد ماسک دار دوتایی کسی که قبلا این زن باش خیانت میکرده یعنی رایان رو میکشنن و داخل صندلی میبندنش. به مانیتورهای پخش زنده هم نگاه میکنه و میبینه که همین الان همسرش و مرد ماسک دار دارن جنازه رایان رو توی چاله ای دفنش میکنن. وقتی میبینه که دارن سمت خونه میان سریع اتاق خارج میشه، به همون جایی که تظاهر کرده بود بیهوش شده برمیگرده و باز همون کارو انجام میده. حالا هنری و مرد ماسک دار میان داخل و بالا سرش وامیستن. مرد ماسک داری که الان دیگه ماسک نداره به هنری میگه فیلمی که الان از همسرت در حال کشتن رایان داریم و حتما نگه دار. با اون میتونی زنتو همیشه کنترل کنی و هر کاری که میخوای و به زور مجبور به انجامش کنی. انگار همه برنامه هاشون تموم شده و هنری همسرشو میاره داخل ماشین، برمیگرده داخل که سویچو بیاره و الکی بگه که مثلا فرار کردیم. ولی وقتی که میرن داخل همون اتاق مخفی دیگه سویچ رو پیدا نمیکنن. یه لحظه میبینیم که وقتی اما تو همون اتاق بوده متوجه سویچ شده و اونو برداشته. حالا ببینیم که داخل ماشین از جاش بلند شده و میشینه پشت فرمون که یاد دستگاهی که پشت گوشش قرار گرفته میفته، دستگاهی که میتونه جونش رو در یه لحظه بگیره. برای همینم با کلید ماشین پشت گوش خودش رو به شکل دردناکی سوراخ میکنه و دستگاه رو در میاره مینازه کنارش. ولی قبل از اینکه ماشین رو روشن کنه مرد ماسک دار کنارش سر میرسه، یه دفعه حمله میکنه داخل و اما هم موفق میشه که از طرف دیگه خارج شه. همینطوری داخل جنگل های اطراف داره فرار میکنه که نگاهش به خون مصنوعی میفته که هری همون اول استفاده کرده بود. فکری به سرش میزنه و طوری روی زمین خون میریزه که انگاری برای خودشه. مرد ماسک دارم با دیدنش فکر میکنه که اما رو پیدا کرده و میاد طرفش که یه دفعه اما از پشت بهش حمله میکنه. با یه بیل ضربه‌ای به سرش میزنه که اونم میفته روی سنگ و درجا جونش رو از دست میده. لحظه بعدم هنری سر میرسه. اما یه دفعه خودش رو میزنه به بیخیالی و تظاهر میکنه هیچی خبر نداره و میگه که مرد ماسک دار یه دفعه بهم حمله کرد، منم جونش رو گرفتم. بعدم همسرش رو در آغوش میگیره. هنری هم خیالش راحت میشه که لو نرفته و برای همین حرفای اما رو قبول میکنه. دنبالش به سمت ماشین راه میفته که تازه متوجه خونی که از پشت گوش اما ریخته میشه. هنری میفهمه که این زن دستگاه رو از گوشش درآورده و خب یکم به قضیه مشکوکه. برای همینم به اما میگه بیا بریم اول داخل همه لوازممون رو برداریم. لحظه هم فاصله گرفتن و ببینیم که اما فعال کننده همین دستگاه صوتی رو از مرد ماسکدار برداشته. سعی میکنه که با فشار دادن دکمه دستگاه تو سر هنری رو فعال کنه که خب میفهمیم هنری هم اونو درش آورده. اما همین لحظه است که هنری میفهمه اما از همه چیز بو برده و یه رفعه بهش حمله میکنه. دعوای خیلی وحشیانه که در نهایت اما رو میندازه زمین، ولی اما موفق میشه با لگدی به همسرش اونو کنار بزنه و از دست شکم فرار کنه. حالا هنری میاد طرفش رو با چاقویی به پاش ضربه میزنه و دوباره اما با کوبیدن یه بطری به سرش اونو میندازه زمین. سریع میتونه تو همون اتاق مخفی که برای مرد ماسک دار بود و از اونجا چیزی برمیداره. در آخر هم اون دستگاه فعال کننده دستگاه صوتی رو برمیداره و یه گوشه قایم میشه. هنری هم سعی میرسه و میبینیم که اما سرنگی تو دستشه. همین که هنری میاد جلو با سرنگ به گردن اون میزنه. اما هنری نمیفهمه چی شده و فقط اونو پرتش میکنه زمین و فریاد میزنه من همه اینا رو برای این کردم که خیلی عاشقتم، میخواستم زندگیمون رو درست کنیم و اصلا نمیدونستم اینطوری میشه. اما الان مجبورم با همین سرنگ دستگاهو به تزریق کنم و جون تو بگیرم. اما که میفهمه همه چیش تو خطره میگه که معذرت بخوام به خاطر همه کارهایی که کردم، به خاطر وقتایی که سرد بودم، قول میدم همه چیزو درست کنم. همینم هم یکم هنریو نرمش میکنه و دستگاهو میذاره کنار. ولی میبینیم که اما یواشکی فعال کننده دستگاه صوتی رو عجیبش در میاره و یه لفه ای فشارش میده. هنری میفته زمین و انقدر اما این کار ادامه میده تا مغز هنری کلن سرخ میشه. در آخر هم دستگاه و حلقه ازدواج خودشو میذاره رو میز و سوار ماشین میشه و از اونجا راه میفته. بعد مدتی همون ماشین تاکسی که اوورده بودش اینجا رو میبینه که یه گوشه تصادف کرده و رانندش رو همون جو هم همچنان زنده است. خب خیالش راحت میشه که مرد ماسک دار جون اونو نگرفته. میارتش تو ماشین خودش تا نجات بدهتش راه میفته. راننده اما رو به فامیلی همسرش صدا میکنه و اما هم لبخندی میزنه و دیگه از این به بعد فقط بهم بگو اما. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. ازت ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و یه سوال از توی بیننده دارم. به نظر تو مقصر اصلی این فیلم هنری بود یا اما؟ توی نقد و بررسی میخوام در مورد همین صحبت کنیم. وقتی فیلم هل رو میبینیم و میخوایم بهش فکر کنیم توی چرخه گیر میفتیم. چرخه‌ای که نمیذاره تصمیم بگیریم طرفدار اما باشیم یا هنری. به خاطر اینکه از اول تا آخر مدام اتفاقایی میفته که هی باید جنایتو عوض بکنی. حتی آخر آخرش که اما تو ماشین نشسته و داره با اون راننده تاکسی میره، بازم نمیتونی این تصمیمتو بگیری. خیلی واضحه. خب شما اولش دشمنت همون آدمی هست که اینا رو دزدیده، بعد کسی که ازش متنفر میشی اما، چون جریان خیانتاشو میفهمی و میبینی که اصلا به همسرش تعهدی نداشته. بعد که حقیقت بعدی رو میفهمی از هنری متنفر میشی که چرا داره همچین کاری با زنش انجام میده، ولی یکم فکر میکنی میگی شاید خیانت اما بوده که
خودمون رو به همچین جایی رسونده. از اون طرف هم خب ما گذشته اما رو میدونیم، میتونیم بگیم که شاید به خاطر همون اتفاق بوده که نمیتونه با همسرش رابطه داشته باشه و دلیل اصلی این روانی شدن هنری همین چیزی نیست. یا دوباره فکر میکنیم، میگه هنری که همچین کارهای عجیب و وحشتناکی داره انجام میده، شاید همین کارهاش باعث شده که اما بهش خیانت بکنه، یعنی اینقدر با همسرش بد رفتاری داشته. میگم مدام تو این چرخه گیر میافتی و هی میخوای دیگران رو مقصر جلوه بدی، در حالی که آخرش باید به یه حقیقت کامل برسی، حقیقت که میخواد بفهمونه لازم نیست همیشه توی یه ازدواج یه نفر کار اشتباه انجام بده و یه نفر درست باشه که به طلاق برسه. ممکنه که هر دو نفر اشتباهاتشون رو انجام بدن، هر دو باعث این جدایی یا این فاصله که بینشون افتاده باشن، که توی این فیلم هم دقیقاً همینطوره. ما باید این اصل آخرش در نظر بگیریم که تمام رفتارهای هنری و تمام رفتارهای اما بود که اونا رو به همین خونه که توش اقامت داشتن رسوند و آخر هم باعث شد که هنری جونش رو از دست بده و اما هم به عنوان حالی یک کسی که انگاری بدترین کارها رو انجام داده رو باز با لبخند داره میره به روایت یه روانیه از اون خونه خارج شه. به هر حال هر دو نفرشون افتضاح ترین شخصیت ها میتونن باشن. دقیقاً میگم تو زندگی واقعی هم همینطوریه، لازم نیست همیشه هر وقت اتفاقی با پارتنرتون، با همسرتون، با هر کسی میفته هی بخوای به این فکر کنی که طرف مقصره، طرف آدم بدی، هی بخوای بهش فوش بدی و نفرینش کنی. یکم به خودت فکر کن، شاید کارهای تو بوده که باعث شده اون همچین چیزهایی رو انجام بده و اگر تو خودتو درست کنی اونم قطعا خودش رو اصلاح میکنه. به نظرم اینا رو باید همه آدم ها بدونن، چون اگه همین چیزهایی رو بلد باشن خیلی رابطه هاشون قشنگتر، کاملتر و کمتر مشکل توش پیش میاد. دیگه همین فیلمی نیست که بخوایم زیاد نقد و بررسیش بکنیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتون رو بنویسید، حتما همه رو توی کانال قرار میدم. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.